بانو عزیزه، توحید استاد دانشگاه حضور دارن و صحبت می داشتیم در رابطه با اسراف در پرتو قرآن و حدیث. همراهی شما را تا آخرین لحظات برنامه امروز همچنان خواهانم. صبح بخیر، خوش آمدین بانو ارجمند. صبح شما بخیر. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران شما و بینندگان عزیز. مهربان هستین. خب با عزیز شما، اسراف چیست و قرآن عظیم الشان و همین گونه نجی عالم بشریت در رابطه چه فرموده هایی دارند؟ قرآن با معذرت، خواهش میکنم، اسراف ما در قسمت اسراف تعریف مختلف البته علما و دانشمندان ارائه کردن، اما به طور بسیار خلاصه ما گفته میتونیم که اسراف یعنی تجاوز یا از حد گذشتن در هر فعل باشه، سخن گفتن باشه، عمل باشه و تمام مسائلی که در زندگی با آنها روبرو هستیم. از حد و اندازش دیگه اضافه پا گذاشتن. بله بله. حالا میتونه در گفتار ما، رفتار ما، اعمال ما، تمامی موارد دیده شد. تمام مواردی که ما در زندگی با او روبرو هستیم. بسیار خوب. اسراف. قرآن عظیم الشان در رابطه چی گفته؟ آیا آیات مشخص در رابطه آمده یا نه؟ بله، در قرآن عظیم الشان آیات مشخص و آیات متعدد وجود داره در رابطه با اسراف، که خداوند جل عظمته در رابطه با اسراف یعنی با اسراف را در موارد مختلف یا در جاهای مختلف مورد یعنی سرزنش رو کسی که اسراف میکنه و کسی که مسرفینه، خداوند جل جلاله مورد سرزنش قرار میده و بر آنها وعیدهای مختلف بیان میدارد. مثلا خب اگر ما آیات متعدد بیان کنیم چون وقت برنامه کم است، فقط اما یک حکم بسیار کلی شما بیان میکنیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله لا يحب المسرفين. یک آیات بسیار مختصر و به یک کلام خداوند جل عظمته میگه که لا يحب المسرفين. اما معنا و تفسیر بسیار بسیار کلام وسیع که ده. الله متعال کسایی که اسراف کننده اصلا دوست نداره دیگه. دوست نداره بح. یعنی بنده یک خداوند دوست نداره، پس معنا مفهوم بسیار وسیع و عام می داشته باشه. بله دقیقا، بدون شک. خب پیامبر نازنین ما و شما در رابطه چی فرموده های داشته و در عصر پیامبر اسراف صورت گرفته بوده یا نه؟ در عصر پیامبر اسراف در موارد مختلف صورت گرفته بود. در موارد مختلف یعنی مواردی که بسیار به شکل صریح گفته نشده که اینجا اسراف صورت گرفته، اما در بین احکام اگر ما توجه کنیم، مثلا در یک قسمت یکی از صحابی کرام رضی الله عنه در قسمت وضو اگر ما حکم بیان بکنیم، گفتن اینها وضو می گرفتن و آب را زیاد مصرف می کردن. پیامبر عظیمشان برشان گفتن که شما اگر در کنار بحر هم باشین، آب را باید به اندازه مصرف بکنید. پس ما از امی یک کلمه میتونیم که ما حکم اسراف بیان بکنیم، گرچه احادیث متعدد وجود داره اما بسیار یعنی مفاهیم متعدد با مفاهیم متعدد هر کدام کاربرد خاص خود را در زمان خاص و مکان خاص دیگر داشته. بله، بله، داره. بله، بله. بانو توحید عزیز، گفتار ما هم اگر از حد و اندازه زیاد شود میتونه اسراف باشه یا نه؟ بله میتونه اسراف باشه. و اعمال ما؟ اعمال ما میتونه اسراف باشه، حتی اگر عبادت هم باشه. از حد زیاد شد اسراف است. بله، بله. حتی اگر عبادت هم باشه. پس همیشه ما باید سعی کنیم حد و وسط را مد نظر داشته باشیم. بله. زیاد مصرف نکنیم. خب پایان نامه شما هم عنوانش اسراف در پرتو قرآن و سنت است. چه انگیزه باعث شد که این عنوان را شما برای خود انتخاب کردین؟ و قبلا هم در رابطه به اسراف تحقیق ها و مقاله های متعدد وجود داشته. شما با چه انگیزی آمدین تحقیق خود را آغاز کردین و با پایان رساندینش؟ انگیزه که من این تحقیق آغاز کردم، یکی از انگیزه که من تحقیق آغاز کردم همین مشکلات فعلی در جامعه ما بود. مشکلات فعلی در جامعه ما بود، چون در جامعه فعلی ما اسراف به اوجش رسیده از هر لحاظ، از خوردن و نوشیدن گرفته تا حتی محافل عروسی و سایر موارد خرد بزرگ.
و ما خواستم یک اثر یا یک چیزی را در کنار هموطنان عزیز قرار بدم که هر کس به هر اندازه‌ای که به حساب سواد داشته باشه یا توانایی داشته باشه از استفاده کرده بتانه. بسیار خوب. حالا بعد از چاپ ای اثر که اگر اشتباه نرفته باشم از آن نسخه هم چاپ شد از آدرس یکی بله. از مطبعه ها دیگه، درست؟ بله. بله. مطبعه های خصوصی و بعد از رس مخاطبین و کسای که علاقه من هستن قرار گرفت. چه تغییرات در زندگیشان آمد؟ دست برداشت شدن از اسراف یا نه؟ هنوز معلوم نیست چون کس دوباره به من مراجعه نکرده و یا ای که من هم تو یک معلومات دقیق در رابطه با آنها ندارم، اما آرزو دارم که تغییرات در زندگیشان آمده باشه و آنها استفاده کرده باشه. شما استاد دانشگاه هم هستید و یکی از دانشگاه خصوصی تدریس بله. میکنید. خب موضوعات در رابطه با اسراف بسیار زیاد است، در حاشیه تدریس خود گنجانیدین یا نه؟ بله، من خوشبختانه در هر صنفی که تدریس کردم اولین کاری که کردم کتاب خود را به معرفی گرفتم و در رابطه با اسراف با آنها گپ زدم و گفتم که من امو انگیزه خود در رابطه با تحقیق هم برشان بیان کردم و حتی تحایفی به محصلین هم از کتابم برشان. استقبال محصلین و در کل جوانان از این کتاب شما و این پایان‌نامه شما چی بوده؟ بعد از مطالعه این اثر پیامشان گفتنیشان دوباره به شما مواصلت کرده یا نه؟ چی میگفته؟ نه خیر، تو هنوز مواصلت نکرده چون مدت بسیار زیاد هم نشده. این از سال 1397 که من این اثر بعد از اینکه دفاع شد و بعد از اینکه چاپ شدن خزان 1397 بود و تا حالا کس تا هنوز دوباره مراجعه یعنی دوباره نظر آنها رو در رابطه با اسراف و یک چقدر از اسراف استفاده کردن، از این کتاب استفاده کردن و یک در زندگی خود چقدر مورد عمل قرار دادن، من معلومات دقیق ندارم. بانو عزیزه توحید، استاد دانشگاه، سپاسگزاریم از حضورتان. به برنامه موفقیت براتون تمنا میکنیم.